زخمی شدن همایون افغان در زمین لرزه ترکیه، زخمی شدن که لحظات قبل در ترکیه اتفاق افتاده است. همایون افغان در ترکیه پس از زلزله در چه وضعیت قرار دارد و وضعیت صحی وی چگونه است؟ سلام و وقتتان بخیر، به یکی از ویدیوهای دیگر کانال ما خوش آمدید. جهت حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. تصاویر زلزله 7.8 ریشتری در ترکیه و سوریه دست کم 140 نفر کشته شدند. زمین لرزه‌ای با قدرت 7.8 ریشتر در مرکز ترکیه بخش‌های زیادی از منطقه غرب آسیا و شرق مدیترانه را به لرزه در آورد و تا کنون دست کم 140 کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است. گزارش رسانه‌های ترکیه نشان می‌دهد که این زمین لرزه در مرز ترکیه و سوریه و در 26 کیلومتری شمال شرق غازی‌آنتب ترکیه رخ داده است. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بوده است که این زمین لرزه در کشورهای ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، اردن، مصر، عربستان سعودی و بخش‌های از اوکراین و اروپا از جمله یونان، بلغارستان و غیره ثبت شده است. شدت زمین لرزه به اندازه‌ای بود که مردم شبانه در بسیاری از شهرهای ترکیه، سوریه و لبنان از ترس ریزش ساختمان‌ها و پس لرزه‌ها در سرمای زمستان به خیابان آمده اند. سفارت عربستان سعودی در انکارا از کشته شدن دست کم 6 شهروند این کشور در این زمین لرزه خبر داده اند. در پی وقوع این حادثه دلخراش، ترکیه از کشورهای مختلف جهان و نهادهای بین المللی درخواست کمک کرده است. با گزارش بی بی سی فارسی، زلزله به بزرگی 7.8 در مقیاس ریشتر جنوب ترکیه را لرزانده است. کانون این زلزله به گزارش سازمان زلزله نگاری امریکا در 23 کیلومتری شرق نورداغی در 24.1 کیلومتری عمق زمین بوده است. 11 دقیقه بعد از این زلزله پس لرزه های قوی در مرکز ترکیه حس شده و از جمله زلزله دیگری به بزرگی 6.7 این منطقه را لرزانده است. شهروندان مناطق هم مرز با ترکیه از جمله عراق، لبنان و سوریه نیز این زلزله را حس کرده اند. نفیسه کوهنورد خبرنگار خاورمیانه بی بی سی می گوید در بیروت عده‌ای از مردم به دلیل نگرانی از زلزله به خیابان آمده است. این در حالی است که همایون افغان در ترکیه زندگی می کند و خانه برای فامیل در آن کشور خریداری نموده است و مدت 1.5 سال در این کشور زندگی می کرد. حالا گزارش های جدید حاکی این است که در ترکیه زلزله بزرگ صورت گرفته و همایون افغان زخمی شده است و به بیمارستان منتقل شده است. این حرف ها در صفحات مجازی به گونه وسیع دست به دست می شود و تعدادی از زخمی شدن همایون افغان حرف رد و بدل می کنند.